به نظرتون زمانی که داریم توی خیابون عکاسی میکنیم باید از مردم اجازه بگیریم یا ممکنه که عکاسی خیابونی جرم محسوب بشه؟ نمیدونم بیاییم با همدیگه بهش بپردازیم سلام همه دوستان عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه عرفان هستم عکاس تولید این محتوا خوش اومدین به کانال یوتیوب من توی این ویدیو قرار با هم دیگه بپردازیم به یک سری مسائل و نکاتی که توی عکاسی خیابونی به دردمون میخوره و یک سری سوالات شما رو در مورد عکاسی خیابونی جواب بدم و ببینیم که واقعا اون قدری که میگن عکاسی خیابونی در داره یا نه قبل از اینکه این ویدیو رو شروع بکنیم خوشحال میکنید که این ویدیو رو لایک بکنید این به رشد کانال خیلی کمک میکنه و اجازه بدید که اسپانسر این ویدیو رو هم خدمتتون معرفی بکنم مجموعه وسکات اولین و تنها نمایندگی رسمی برند وسکات در ایران هستن که کارشون فروش انواع تجهیزات تولید محتوا مخصوصا نورپردازیه. میتونید به پیجشون سر بزنید و از انواع تجهیزات مثل سافت باکس‌ها، سافت لایت ها، انواع نورهای ثابت انواع رینگ لایت‌ها و و و, و کلی چیز مختلف در زمینه تولید محتوا دیدن کنید و اگر تمایل ازشون خریداری بکنید خب این روزها عکاسی خیلی ترند شده مخصوصا توی این دو سه ماه اخیر توی اینستاگرام خیلی محتوا در مورد عکاسی خیابونی می‌بینیم که یک سری عکاس را میافتن و به صورت رندوم و تصادفی از یه سری مردم عکاسی میکنن و از پشت صحنهشون هم حالا عکس هایی میذارن و خب در واقع خیلی جذابه برای مردم برای عموم مردم و لایک های زیادی هم میگیره اما میخوایم ببینیم که داخل دل کار موضوع به همین جذابی و قشنگی هست یا نه اگر بخوام خیلی خلاصه در مورد عکاسی خیابونی توضیح کوچیک بدم یه سبکی از عکاسیه که به صورت تقریبا میشه گفت مستقیم با مردم و اجتماع در ارتباطه توی عکاسی خیابونی ما میزنیم به دل کوچه و خیابون و از مردم از جامعه از اتفاقات داخل جامعه عکاسی میکنیم که زیر مجموعه عکاسی خیابونی میتونیم به عکاسی مستند هم در واقع اشاره بکنیم که ما میتونیم خیلی راحت وقایع مختلف رو داخل دل جامعه ببینیم و به صورت واقعی ترین حالت ممکن اونا رو ثبتشون بکنیم و به بذاریم. یعنی مثل عکاسی تبلیغاتی یا عکاسی صنعتی نیستش که ما درصد خیلی کمتری با مردم در ارتباط باشیم و صرفا یک محصولی رو از کارفرما بگیریم و بیاریم تو استودیو و یا آتلیه شخصی خودمون ازش فیلم برداری و یا عکاسی بکنیم و برگردونیم و پروژه تموم بشه عکاسی خیابونی نیاز به ارتباط خیلی قوی با مردم داره و نکته اولی که دقیقا میخوام در موردش صحبت بکنم همین هستش برای عکاسی خیابونی نیاز هستش که ما گشاد رو باشیم لبخند به لب داشته باشیم و ارتباط خوبی بتونیم با مردم بگیریم شاید آدمای درونگرا شاید البته این حتمی نیست شاید آدمای درونگرا خیلی مناسب نباشن برای سبک عکاسی خیابونی و در مقابل عکاسانی که در واقع ارتباط اجتماعی خیلی خوبی میتونن برقرار بکنن میتونن شاید موفق تر باشن باز هم میگم شاید طبق تجربه که توی این سه چهار سال اخیر دارم حتی قبل از خریدن دوربینم که با موبایلم هم عکاسی میکردم متوجه شدم که هر مقداری که شما در واقع ملایمتر رفتار کنید با مردم در, در واقع روی روی با اونها که میخواید ازشون عکاسی بکنید کارتون بهتر پیش میره و توی میشه گفت 70 80 درصد 90 درصد مواقع میتونی نتیجه دلخواهتون رو بگیرید چرا نگفتم 100 درصد چون هیچ وقت 100 درصد وجود نداره و واقعا یه وقتایی تو دل شما ممکنه با یک سری از افراد روبرو رو بشیم که به هیچ عنوان راضی نیستن که شما ازشون عکاسی بکنید حالا به دلایل شخصی خودشون به دلایل مزوریتایی که دارن و و و که باید قبولش بکنیم پس نکته بعدی که میریم سراغش اینه که باید منعطف باشیم و در واقع نشدن رو قبول بکنیم و با خودمون صحبت بکنیم و در واقع موضوع رو حلش بکنیم که یه وقتایی ممکنه نتونیم عکاسی بکنیم از مردم ممکنه نشه ممکنه سوژه دلخواهمون رو پیدا بکنیم و کلی هم ذوق ثبت کردنش رو داشته باشیم اما خب به دلایل مختلف نتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم همین چند روز پیش من سمت پل صدر بالای شریعتی بودم و دو تا سوژه خیلی جذاب و قشنگ رو تو فاصله شاید واقعا سه 4 دقیقه از دست دادم یکی از اون سوژه ها یک آقا در واقع جوون گیتاریستی بود که نشسته بود کنار پیاده رو و داشت گیتار میزد و خیلی هم قشنگ اتفاقا مینواخت که من دوست داشتم هم ازش فیلم بگیرم و هم ازش عکس بگیرم و استوری بکنم اما به محض اینکه دوربین را در دروردم و خواستم ازش عکاسی بکنم با دست اینجوری به من نشون داد که لطفا ازم عکس نگیر و من گفتم با موبایل چطور گفت نه کلا بهم گیر میدن مثلا میگه که حالا به حال یه وقتی این عکس و فیلم اشتراک گذاشته میشه جایی و حالا ممکنه مشکلی براش به وجود بیاد بحث بالاخره در واقع ساز و آواز خیلی تو کشور ما متاسفانه وضعیت خوبی نداره یه چند قدم دیگه رفتم جلوتر و یهو آقای آقای پاکبانی و اون سمت خیابون دیدم که با در واقع جاروش نشسته بود کنار جدول و داشت خستگی در میکرد و خیلی دوست داشتم این عکس رو ثبت بکنم اما یه دفعه به خودم اومدم دیدم که دقیقا دیوار پشتی اون آقا یک دیوار محوطه نظامیه که چند متر اون طرفترش هم تابلوی عکاسی ممنوع رو زده و خب قطعا اگر که عکس میگرفتم و حالا معموری اگر اونجا بود با برخورد برخورد میکرد چون به حال اونجا نوشته که عکاسی ممنوع و من نباید این عکسو میگرفتم که خب قبول کردم که اون سوژه رو از دست بدم و عکاسی نکردم برسیم به نکته بعدی که دقیقا تو جمله قبلی در مورد صحبت کردم عکاسی در جاهای ممنوعه ببینید نباید اینطوری برامون جواب بیفته که عکاسی اجتماعی یا عکاسی خیابونی یعنی اینکه شما دوربینتو برداری از خونت بری بیرون و از اون لحظه به بعد هر آن چیزی که تو خیابون دیدی رو اجازه داری که ازش عکس بگیری نه اینطوری نیستش ببینید تو یک سری موارد استثناء این اتفاق نمیتونه بیفته و خب یه وقتایی واقعا در واقع کاملا منطقی و درسته یه وقتایی هم ممکنه که قانه کننده نباشه اما مجبوریم و یا موظفیم که در واقع از قانون اون در واقع محوته یا اون قسمتی که میخوایم ازش عکاسی کنیم تبعیت کنیم و خب عکس نگیریم مثال براتون میزنم تو دل خیابون داریم راه میریم و مثلا تو خیابون ولی است و خیلی راحت میتونیم عکاسی بکنیم اما دقیقا مثل جمله قبلی که گفتم جاهایی که دقیقا تابلای عکاسی ممنوع هستش خب نباید عکس بگیریم چون برای من پیش اومده یک بار سمت بولوار کشاورز بودم و ساختمون دادگستری فکر کنم بدونید یه ساختمون یه برج بلندیه دقیقا توی بولوار کشاورز من اصلا نمیدونستم که اونجا ساختمون دادگستریه و این ساختمون پوشیده شده از تمام آینه و شیشه که اون روز اتفاقا هوا ابری بود آسمون خیلی خوشگل بود و انکاس این ابرا خورده بود توی این ساختمون من اون موقع دوربین دوربینم نداشتم گوشیمو درآوردم و خواستم از این در واقع ابرها که انعکاسشون توی این ساختمانه عکس بگیرم یه سربازی از اون ور بودو بودو دوید سمت من آقا چیکار داری میکنی فلان بیسار گفتم چی شده گفت اینجا عکاسی ممنوعه نباید عکس بگیری و من اونجا تازه دوزاری مفتاد که خب اینجا محوطه در واقع ساختمان دادگستریه و خب طبق قوانین خودشون نمیشه عکس گرفت هرچند که من هیچ قصد خاصی قرار نبود از اون در واقع تصویر برداری داشته باشم اما به هر باید که در واقع قبول میکردم و عکس رو همون عکسی گرفته بودم رو پاک کردم خب یه نکته دیگه هم بگم در مورد اینکه های ممنوعه کجاها میتونن باشن ببینید گفتم سطح اجتماع توی خیابون عموما جاهاییه که شما میتونید عکاسی بکنید اما چند تا جا هستش که ممکنه به شما ایراد بگیرن و اجازه ندن که عکاسی بکنید مثل در واقع مجموعه ها و هایی که بهره خصوصی دارن نمونه خیلی بارز و معروفش که احتمالاً برای خیلی از عکاسا قسمت مشکل به وجود اومده پارک آب و آتش و در واقع قسمتی هستش که سمت باقی کتاب اونجا حراستش معمولا به همه عکاسا گیر میده مگر اینکه شما جلوی چشم حراست خیلی نباشید و حالا از تو جاهای خیلی معمولی عکاسی بکنید اما مثلا اگر مدل خانم مخصوصا اونجا ببرید برای حالا عکاسی حالا لباس یا حالا کفش پوشاک هر چیزی اونجا بهتون گیر میدن تو اکثر مواقع تمام این چیزایی که دارم میگم 100 درصد نیست ولی طبق تجربه خودم و دوستانم و اطرافیانم دیدم که این اتفاق افتاده من دارم درصد بالاشو بهتون میگم اونجا ممکنه که بهتون گیر بدن و اجازه ندن که عکاسی بکنید یا مثلا اماکن باستانی یا در واقع خونه های قدیمی ممکنه که اجازه عکاسی به شما داخلش ندن حالا این مثال میزنم که یه نقطه مقابلش هم براتون قرار بدم مثلا کاخ سعدآباد اگر که شما برید اون دیگه اسمش نمیشه عکاسی خیابونی ولی حالا دارم مثالش رو میزنم اونجا که برید اگر که دوربین با لنز خیلی مثلا عجیب غریب با لنز زوم مثلا 70 200 داشته باشید احتمال اینکه اجازه ورود دوربین بهتون بدن خیلی کمه اما اگر نه دوربین معمولی داشته باشید یا لنز خیلی معمولی داشته میتونید خیلی راحت برید اما باز هم مثلا تو محوطه مثل کاخ سعدآباد کیفتون رو اگر بهتون شک کنن ممکنه بگردن و داخل کیف اگر که لباس اضافه داشته باشید فکر میکنن که برای عکاسی مدلینگ اومدین و باز هم نمیذارن که در واقع کیف و محتویات داخلش رو داخل ببرید که اینم باز باید حواستون باشه یه نکته دیگه داخل مغازه ها سعی کنید زوم نکنید و عکاسی کنید برای من تمام این نکاتی که دارم میگم طبق تجربه خودم و یه این ویدیو انتقال تجربه است سعی کنید از داخل مغازه عکس نگیرید من یک بار چند سال پیش با دوربین خودم نه با دوربین یکی از دوستانم یه نمایشگاه ماشینی سمت بالای تهران بود رفته بودیم در واقع نه بودیم تو نمایشگاه ماشین یه جایی تو خیابون می‌رفتیم نمایشگاه ماشین رو دیدم یه پورش بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم خیلی خوشگل و جذاب بود از اون ور خیابون من با یه لنز 55 50 میخواستم ازش عکس بگیرم که توی همون در واقع ویو فایندر و ویزور یه یهو دیدم که یه آقای از تو نمایشگاه داره اینجوری دست تکون میده که یعنی عکس نگیر بعد دوید بود دو و دو اومد این ور خیابون آقا چیکار میکنی فلان گفتم اون ماشین جذاب بود داشتم ازش عکس میگرفتم و گفت نه اجازه ندارید از داخل, داخل چه میدونم نمایشگاه عکس بگیرید و اینجور چیزها و از من خواستن که عکس رو پاک بکنم هرچند که من فقط از خود ماشین عکس گرفته بودم نه حالا نمای نمایشگاه یک سری قوانین خصوصی و شخصی برای یک سری مجموعه وجود داره که ما چه بخوایم چه نخوایم باید ازشون تبعیت بکنیم اینطوری نیستش که بگیم نه من چون زورم زیاده این کارو میکنم نمیدونم به تو ربطی نداره نه خیلی راحت میتونن حالا در واقع از شما شکایت بکنن به صورت قانونی پیگیری بکنن و یا حتی جلوی شما رو بگیرن پس برمیگردم سراغ جمله اولم سعی کنید خیلی منطف و ملایم باشید درد سر نندازید خودتون متاسفانه اینقدر درد سرهای عکاسان خیابانی تو این چند وقت اخیر زیاد شده مخصوصا دوستان خود من که زیاد در موردشون شنیدم و دیدم یه جورایی تبدیل شده این سبک از عکاسی به یک نوع انگار گناهکار بودن انگار هر کی عکاس خیابونی میشه گناهکاره و یکی میاد میگه رممو پاک کردن یکی میاد میگه دوربینمو گرفتن یکی میاد میگه جلومو گرفتن یکی میاد میگه منو بردن پاسگاه نمیدونم از این جور موارد که خب اگه یه مقدار وارد جزئیاتش بشیم میبینیم که هر چقدر و منطف‌تر باشیم توی درصد زیادی از مواقع میتونیم یه جورایی به خوبی و خوشی اون پرسه عکاسیمون رو بگذرونیم یه بحثی توی عکاسی خیابونی وجود داره اینکه ما داریم از چه چیزی در واقع عکاسی میکنیم اینکه از چه چیزی تو دل خیابون داریم عکاسی میکنیم هم مهمه مثال واضحش رو میخوام براتون بزنم ممکنه ما تو دل بازار باشیم یک عالم جمعیت و زن و مرد در حال رفت آمد باشن و ما از یک دسته جمعیت داریم عکاسی میکنیم که جزئیاتش خیلی مهم نیست یعنی ما کلیت قضیه حالا داریم شلوغی اون بازار رو مثلا به تصویر میکشیم که این هیچ موردی نداره، هیچ ایرادی نداره دو دل اجتماعه و هیچ اتفاق عجیبی نیست که افتاده باشه و کسی... توی این سبک از عکاسی شما تو اون لحظه نمیتونه بهتون ایراد بگیره ما خودمون در مقابل دوربین خیلی از عکاسای دیگه ممکنه قرار گرفته باشیم تا الان نمیدونیم لا مردم از اون عکاسی شده و قرار نیست هر کی که از ما عکس میگیره بخواد پرایوسی و حریم شخصی ما رو به خطر بندازه و تهدیدی برای ما به حساب بیاد در واقع اما در مقابل یه موضوع هم هست اینکه ما بخوایم لا یک جمعیتی از یک یا چند نفر معدودی عکس بگیریم مثلا یه آقایی که یه جست خاصی داره یه خانومی که یه تیپ خاصی زده یه آقایی که در حال انجام یه کار خاصیه یه خانومی که در حال مثلا چه میدونم گیتار زدن آواز خوندن یا حالا هر چی اون فرق میکنه بحثش توی این جور موارد بهتره بگم که لازمه از شخصی که میخوایم ازش عکاسی بکنیم اجازه بگیریم اونم نه به این حالت که بریم بگم آقا من میخوام ازتون عکس بگیرم این اسمش اجازه گرفتن نیست با روی خوش با روی خندون سعی کنید حالا توی این دوران کرونا مخصوصا ماسکتون رو بردارید که ببینه لبخند روی صورتتون هست چون معمولا کسایی که ماسک میزنن برای بقیه شاید یه تهدیدی محسوب بشن که بگم نه این طرف خوش ناشناس کرده که از ما عکس بگیره و فلان کنه با عکسمون خیلی یه واقعا عجیب غریب فکر میکنن در مورد عکاسی و عکاس سعی کنید ماسکتون رو بردارید برید با لطافت بگید که ببخشید مثلا من میخوام از شما عکس بگیرم خیلی مثلا ظاهر زیبایی دارید تیپ زیبایی دارید کار قشنگی دارید انجام میدید و توی 90 درصد مواقع ممکنه که به شما اجازه بده ولی 10 درصد هم ممکنه اجازه نده باز برمیگردیم به اون منطف بودن و قبول این که نمیشه آقا نمیشه توی 90 درصد مواقع که به شما اجازه میدن سعی کنید که ازشون عکس قشنگ بگیرید حتی به خودشون عکس رو بعدش بلافاصله نشون بدید که ببینن عکس زیبایی ازشون گرفتید و باز هم تو درصد زیادی از مواقع ممکنه که از شما درخواست بکنن که عکس رو براشون بفرستید و چه اشکالی داره که حالا عکس رو براشون به رایگان هم ارسال بکنید هم یه جورایی نمونه کار میشه برای خودتون یه جور لذت برای خودتونه هم عکس رو برای اونا فرستادید و خب اونا هم متقابلا ازش لذت بردن اما بازم یه وقتی پیش میاد میرید سمت یه کسی یا آقای خانومی و ازش درخواست میکنید که ازش عکس بگیرید اجازه میگیرید اما به شما اجازه نمیده برای من پیش آمده من توی پارک شهر بودم و یک در واقع باغبانی بودش که داشت به گل میداد من با روی خوش رفتم گفتم سلام خوبی هاج آقا خسته نباشی میشه ازتون عکس بگیرم نه نه خیر نمیشه اونجا نباید به ما خیلی بر بخوری که اه چرا اینجوری با من برخورد کرد و برو بابا نخواستیم و فلان حواستون باشه به اینجور چیزا بالاخره مردم تو دل اجتماع هر کی دغدغه خاص خودشو داره و اینجوری نیست که همه با ما مهربون رفتار کنن این نکات نکات خیلی مهمیه به نظرم جمله قبلیم گفتم رفتم به اون آقای گفتم سلام حاج آقا سعی کنید به مخصوصا آقایونی که سنشون بالاه مسن و یا حتی خانم هایی که سنشون بالاه حاج آقا و یا حاج خانم نگید یک سری از آقایون و خانم ها هستن که اصلا خوششون نمیاد که شما بهشون بگین حاج آقا. یا مثلا حاج خانم حاجی خانم بعدشون میاد حالا به دلایل شخصی خودشون خیلی تمایلی ندارن که یه حاج بچسبه اول اسمشون برای همین ممکنه که حتی نوع در واقع گفتار شما و نوع صدا زدنشون باعث بشه که خوششون نیاد از لحن شما و بگن نه من حاج خانم صدا کرد یا منو حاج آقا صدا کرد مثلا نمیخوام ازم از عکس بگیره نکته بعدی اینه که ما از چه لنزی استفاده میکنیم این که ما توی عکاسی خیابونی لنز زوم داشته باشیم یعنی لنزی که فاصله کانونی اون تغییر میکنه مثلا از عدد 18 تا 150 متغیره فرق میکنه تا اینکه ما یک لنز فیکس یا پرایم داشته باشیم که زوم نمیشه و مثلا 50 فیکس 85 فیکس 24 فیکس این خیلی متفاوته کجاش متفاوته اونجایی که شما اگر لنز زوم داشته باشید اعتماد به نفس بیشتری میتونه بهتون بده و از فاصله دورتری میتونید از سوژه هاتون عکس بگیرید و جلب توجه کمتری میتونید بکنید یعنی شما میتونید از خیلی عقب تر وایسید زوم بکنید از یه آقایی یا از یک دسته جمعیتی عکاسی بکنید بدون اینکه کسی به شما گیر بده و ایراد بگیره که چرا داری عکاسی میکنی اما نقطه مقابلش لنز زوم رو هر جایی نمیتونید استفاده بکنید تو هر مکانی نمیتونید استفاده بکنید ممکنه یه جایی مثل مثلا همون حراست کاخ سعدآباد به شما گیر بده ممکنه جای دیگه به شما بگه از لنز زوم نباید استفاده بکنید ممکنه جلب توجه زیادی در واقع بکنه توی نقطه برعکسش که بگه اوه اوه او این باید از خفن حرفه ای اومده و میخواد چه عکسی بگیره وای وای این برای جاسوسی اومده این <applause> حتی برای منم پیش اومده ها نکته خیلی مهم هر چقدر لنز زوم تر باشه و بزرگتر باشه بیشتر حراست ها ازش میترسن این چیزی که من کاملا متوجه شدم در مقابل اگر که با لنز فیکس یا پرایم عکاسی بکنید این جرأت رو به شما میده که شما بیشتر نزدیک بشید به مردم و در واقع به واسطه داشتن اون لنز شما جرأتتون افزایش پیدا میکنه اینکه بتونید به سوژه هاتون بیشتر نزدیک بشید با کیفیت بهتری ازشون عکاسی بکنید بک‌گراندشون بیشتر تار بشه و عکاسی در واقع نتیجهش خب لذت بخشتر هم میشه اما خب ممکنه که تو دل عکاسی خیابونی یه دفعه سوژه‌ای که خیلی دورن و خیلی هم جذابن رو نتونید با لنز پرایم در واقع زوم بکنید روشون و عکاسی بکنید که خب این هم یه جور بالاخره نقطه ضعفشه دیگه توی بحث لنزها لنز 70 200 مخصوصا f2.8 ش خیلی, خیلی 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 زیاد بهش گیر میدن برای حراست مثلا اینجوری تعیین شده که اگر دست فلان عکاس یا دست اون شخصی که دوربین دستشه یک لنزی دیدی که بدنش سفید توسی بود اون لنز ازش بگیر هفته دیویز خیلی لنز جذاب و خفنیه ولی خب ممکن خیلی از جواب در سر به بحث بعدی که وجود داره بحث ترس و سرعته این که شما ترس داشته باشید از عکاسی خیابونی این به ظاهرتون هم منتقل میشه و ظاهرتون یک ظاهر نگران و در واقع استرسی میشه که زمان عکاسی کاملا منتقلش میکنید به مخاطبتون اون استرسی که تو ظاهر شماست رو سوژه میتونه متوجهش بشه و حس میکنه که شما نگرانید شما منتظرید که ازش عکس بگیرید مثلا در برید اینا چیزایی که واقعیه شاید خنده به نظر برسه ولی واقعا این اتفاقات میفته نکته بعدی سرعته که سرعت عکاسیتون باید بالا باشه دوربینتون همیشه باید آماده به کار باشه تازه دوربین رو نیارید بالا خب حالا ایزوشو رو چند بذارم رو چند ببندم نمیدونم سرعت شاتر رو چند باشه هوا رو بسنجید شرایط نوری رو بسنجید اینکه وایت بالانستون باید رو چه مقداری تنظیم شده باشه و و و همه اینا رو تنظیم بکنید و شروع کنید از یک سری سوژه های غیر انسانی عکاسی بکنید ببینید که نتیجه چی میشه و وقتی که دیدید اوکیه مطمئن باشید که دوربینتون آماده به کاره و اون لحظه که سوژه داره رد میشه شما نیازی نیست بیارید بالا حالا تنظیم کنید همون لحظه میارید عکستون رو میگیرید و کادرتون رو بستین عکس رو تموم شده و رفته موقعیت رو اگر از دست بدید توی عکاسی خیابونی ممکنه که تا مدت ها تاسف و ناراحتش باشید توی عکاسی باید محتاط باشید محتات نه ها محتاط یعنی خیلی باید حواستون باشه که دوربرتون چه اتفاقی داره میفته چی داره میگذره خیلی از سرقت ها متاسفانه حین عکاسی خیابونی انجام میشه خیلی از دزدها ها و خیلی از سارق ها متاسفانه از دور شما رو کنترل میکنن ممکنه یه بازه زمانی همراه شما از دور بیان و یه جایی که حواستون نیست و صرفا دوربینتون آویزون رو گردنتون بیاد ببخشید نور رو تکون دادم بیاد و در واقع دوربین از دستتون بگیره از گردنتون بکشه و بره خیلی حواستون باشه توی عکاسی خیابونی زمانی که سوژه ما کودک هست چطوری باید باش رفتار بکنیم کودکان معمولا از ظاهر ما در واقع خوششون میاد یا خوششون نمیاد حالا ممکنه ما ظاهر خوبی نداشته باشیم ولی قلبمون خیلی مهربون باشه ولی کودکان براشون مهمه که شما در اون لحظه که چش تو چشمشون میشید در واقع با چه حالتی دارید نگاهشون میکنید اگر که دوست دارید از یک کودکی عکس بگیرید نگید که اون یه بچه بی زبونه پس هر وقت دلم خواست ازش عکس میگیرم هر جوری که خواستم نه از والدینش حالا پدرش مادرش حتما باید اجازه بگیرید چون شاید اونا دوست نداشته باشن که شما از بچهشون عکاسی بکنید حتما ازش اجازه بگیرید و اگر که اجازه دادن شما ازشون عکس بگیرید یا حتی میتونید به پدر و مادرش بگید که شما مگه تمایل دارید مثلا کنار فرزندتون وایسید مزتون عکاسی کنن و خود این میتونه یک عکس خانوادگی قشنگ و جذاب باشه اینم نکته آخر و امیدوارم که کل این ویدیو براتون مفید بوده باشه خیلی نکات زیادی رو گفتم و خیلی سعی کردم که همچین پر مغز باشه این ویدیو امیدوارم که هم بوده باشه اگر که از این ویدیو خوشتون اومد و از این سبک محتوا دوست دارید حتما توی کامنت برام بنویسید از تجربیات خودم بیشتر باتون با به اشتراک میذارم و خوشحال میکنید که این ویدیو رو لایک بکنید اگر هم که هنوز توی کانال من سابسکرایب نکردید این کار رو لطفا انجام بدید دکمه قرمز رنگ رو بزنید زنگوله بغلش رو هم فعال بکنید هر نوع محتوایی که بذارم برای شما اطلاع رسانی میشه و میتونید بیاید و تماشا بکنید و استفاده بکنید ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید و از عکاسی خیابونی نترسید جرم نیست مطمئن باش روزتون بخیر وقتتون بخیر تا ویدیوهای بعدی میبینمتون خدا نگهدار